دوستان عزیزم سلام، خیلی خوش اومدین به بوگن شماره 62. میریم که با هم دیگه سوالها رو تمرین کنیم. سوال شماره 1: Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren؟ چه رفتاری نمونه است برای رفتار دورنگرانانه؟ یا آخرام نفهمیدم این کلمه چه جوری میشه به فارسی. Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. من سعی میکنم تصمیمات بقیه کسایی که توی خیابونن و تا جایی که بشه به موقع حدس بزنم. Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. من حواسم رو حداقل امکان محدود میکنم به ماشینی که دقیقا جلوی منه. Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. من حداقل امکان به موقع یا سریع به تغییرات احتمالی توی وضعیت خیابون عکس العمل نشون میدم. که همتون میدونین گزینه 1 و 3 beschränken اشتباس توی این سوال همیشه. سوال شماره 2: Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen؟ با چه رفتاری از بچه ها باید روی خط عابر پیاده Zebrastreifen rechnen حساب کنید؟ Sie laufen auf den Zebrastreifen ohne auf den Verkehr zu achten. اونا وسط خیابون میرن بدون اینکه حواسشون به ماشینا باشه، به خیابون باشه. Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück. اونا بدون اینکه umkehren میشه برگشتن. اونا بدون اینکه دلیل مشخصی داشته باشن. Ohne erkennbaren Grund. برمیگردن و laufen zurück هم میشه باز دوباره برمیگردن. یعنی روشون رو umkehren یعنی روشون رو برمیگردونن. و zurücklaufen یعنی اینکه با قدماشون برمیگردن. اینطوری. Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung herannahender Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand. اونا سرعت و فاصله ماشین هایی که دارن میان و همیشه درست حدس میزنن و کنار خیابون میستن، که اینو اصلا نمیشه از بچه ها انتظار داشته باشیم، ولی گزینه 1 و 2 کاملا درست هستن. سوال شماره 3: Wie müssen Sie sich verhalten؟ چطوری باید رفتار کنید؟ Weiterfahren, weil sich Personen nur am linken Fahrbahnrand befinden. ادامه بدیم به راهمون به خاطر اینکه آدما فقط سمت چپ خیابون هستن، یعنی طرف ما نیستن. Anhalten um den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. توقف کنیم برای اینکه به این اشخاص اجازه بدیم که از خیابون رد بشن. Weiterfahren, weil ausreichend Zeit ist, bis die Personen meine Fahrbahnseite erreicht haben. به راهمون ادامه میدیم به خاطر اینکه هنوز خیلی وقت مونده تا اینکه اونها به طرف ما برسن. که تنها گزینه درست هست anhalten، توقف میکنیم den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen، که بهشون امکان اینو بدیم که از خیابون رد بشن. سوال شماره 4: Womit müssen Sie rechnen, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren؟ با چه چیزی باید حساب کنید وقتی که عابرین پیاده از خیابون رد میشن؟ Fußgänger können plötzlich stehen bleiben. عابرین پیاده میتونن ناگهان بایستن.
Fußgänger können auf halbem Wege umkehren, aber in der Pferde müssen als Wasserte Roh bergern. Fußgänger können unachtsam sein, aber in der Pferde müssen wie احتیاط باشن. که هر سه اینها درسته، هم همه احتمالاتی که خطر داشته باشن درسته. سوال شماره 5: Während der Fahrt regnet es plötzlich stark. موقع رانندگی یهویی بارون شدید میگیره. Wie sollten Sie sich verhalten? چطوری باید رفتار کنید؟ Ich verringere meine Geschwindigkeit. من سرعتم رو کم میکنم. Ich vermeide starkes Beschleunigen. از سرعت گرفتن یعنی سرعت رو بالا بردن چشم پوشی میکنم. صرف نظر میکنم. صرف نظر. Ich verringere den Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden. من فاصلم رو تا ماشین جلویی ببخشید حواسم پرت شد فاصله رو تو ماشین جلویی کم میکنم که فاصله رو هیچ وقت کم نمیکنیم به خصوص با بارون ولی سرعتمون رو زیاد نمیکنیم و کمم میکنیم سال شماره 6 یک ویدیو هستش که با هم دیگه میبینیم Okay, sollen wir beginnen? Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Bitte, چه چیزی باید توی این موقعیت توجه کنید. Ich darf am Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. من از اتوبوس فقط با سرعت قدم میتونم رد بشم. Ich darf am Bus nicht vorbeifahren. من از اتوبوس اجازه ندارم رد بشم. Ich schaue auf Personen, die auf die Fahrbahn treten können. من به اشخاصی نگاه میکنم که میتونن وارد خیابون بشن. که چراغ‌های خطرش روشنه پس با سرعت قدم اجازه داریم رد بشیم و خب به اشخاص هم باید توجه کنیم و نگاه کنیم. سوال شماره 7 Während der Fahrt in einem Tunnel Haben Sie Ihr Fahrzeug wegen eines Feuers noch im Tunnel abstellen müssen? موقع رانندگی در تونل مجبور شدین به خاطر یک آتش سوزی ماشینتون رو توی تونل بذارین و بذارید. Wie verhalten Sie sich jetzt? الان چه رفتاری میکنید؟ Ich löse Feueralarm an der Notrufstation aus. من زنگ خطر آتش نشانی رو توی ایستگاه حالا ضروری ایستگاه مثلا تلفن ضروری به صدا در میارم ich lösche das Feuer so weit wie möglich من آتش رو تا جایی که بشه خاموش میکنم ich schließe mein Fahrzeug ab من ماشینم رو قفل میکنم که ماشین رو قفل نمی کنیم هیچ وقت تو این موقعیت نه اینکه هیچ وقت ولی تو این موقعیت ولی تا جایی که بشه آتیش رو خاموش می کنیم و به آتش نشانی هم خبر می دیم. سال شماره 8 Warum kann die Fahrtüchtigkeit bereits durch geringe Mengen Alkohol beeinträchtigt werden? چرا توانایی رانندگی ما میتونه با حتی مقدار کمی الکل تحت تاثیر قرار بگیره. Weil sich das Sichtfeld der Augen verkleinert, برای اینکه دایره دید ما کوچیک‌تر میشه. Weil sich das räumliche Sehen verschlechtert, به خاطر اینکه دید ما بدتر میشه.
weil sich die Reaktionszeit verkürzt. به خاطر اینکه زمان عکس العملمون کوتاه میشه. که زمان عکس العمل کوتاه خیلی خوبه ولی با خوردن الکل بلند میشه. ولی دید ما هم از لحاظ دیدن هم از لحاظ دایره دیدمون بدتر میشه. سوال شماره 9 Was ist über die Geschwindigkeit beim Überholvorgang vorgeschrieben? چه قانونی برای سرعت موقع سبقت گرفتن این چه قانونی وجود داره؟ Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen. کسی که ازش سبقت گرفته میشه سرعتش رو نباید بالا ببره. Die Geschwindigkeit des Überholenden muss wesentlich höher sein. سرعت کسی که داره سبقت میگیره باید خیلی بیشتر باشه. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden. سرعت مجاز اجازه نداره که از نریم بیشتر از اون بریم. که هر سه اینها درست هستن. سوال شماره 10 Wie verhalten Sie sich in einem Tunnel mit Gegenverkehr? توی یک تونلی که از طرف مقابلتون هم ماشین میاد چه رفتاری دارید؟ Zum Überholen, Fahrstreifenbegrenzung, Überfahren, برای سبقت گرفتن از اون خط وسطی خیابون استفاده کنیم، یعنی از روش رد بشیم. Fahrstreifenbegrenzung, nicht überfahren, از این خط وسطی رد نشیم، یعنی روش نریم. Nicht wenden, دور نزنیم. وندن یعنی دور زدن. که گزینه 2 و 3 درستن. سوال شماره 11 Wo dürfen Sie hier parken? اینجا کجا اجازه دارین پارک کنید؟ اوکی. In meiner Fahrtrichtung در مسیری که دارم میرم حالا میگه کجاها توی این مسیر Nur auf dem linken Seitenstreifen, فقط روی این خط کناری سمت چپ. Nur auf dem rechten Seitenstreifen, فقط روی خط کناری سمت راست. Auf dem linken und auf dem linken und rechten Seitenstreifen. روی خطهای کناری چپ و راست. که چون اینجا خیابون یک طرف است، با این علامت خیابون یک طرفه هر دو طرف اجازه پارک هست. اگر یک طرفه نبود فقط سمت راست میتونستی پارک کنی. سوال شماره 12 Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden? برای چه دلیلی چه مقصد چه قصدی از بوق میشه خارج از شهر آساعت حواستون باشه این مهمه که خارج از شهر یا داخل شهر آساعت بنوتس بردن از بوق خارج از شهر برای چه چیزایی اجازه هست که استفاده کنیم از با هول سیگنال به خاطر به عنوان سیگنال سبقت از روفزایشن به عنوان علامت مثلا سلام یا خبر als Warnsignal به عنوان علامت اخطار یا خطر که الان ماوس هم گیر کرده به عنوان Überholsignal برای سبقت گرفتن و برای خطر میتونیم ازش استفاده کنیم آها درست شد Überholsignal و Warnsignal سوال شماره 13 Sie nähern sich einem beschrankten Bahnübergang. شما به یک ریل قطار نزدیک میشین که
مانع داره. Unmittelbar am Rafnampoyen, wo müssen Sie warten, wenn Sie bei stockendem Verkehr auf dem Bahnübergang zum Stehen kommen würden? کجا باید صبر کنین اگر که جلوی شما ترافیک باشه و به خاطر ترافیک شما روی ریل ها مجبور بشین بایستین؟ Unmittelbar vor den Schienen, دقیقا پشت قبل از ریل ها، نه پشت، قبل از ریل ها، in Höhe der Schranke, جایی که مانع هست، vor dem Andreaskreuz, قبل از این ضربه در اندریاس که دقیقا اینجا همیشه صبر میکنه. سوال شماره 14، Sie bemerken im Tunnel einen Unfall. شما توی تونل متوجه یک تصادف میشید. Was ist zu tun? چه چیزی باید انجام بشه؟ Warnblinklicht einschalten. Warnblinklicht, چراغ‌های خطر هستن. روشن کنید. Notdienste über Notrufstation informieren. به اورژانس و حالا پلیس و اینا خبر بدید. از طریق این جاهای تلفن‌های ضروری. Fahrzeug nicht verlassen. از ماشین پیاده نمیشیم، ماشین رو ترک نمیکنیم. که گزینه یک و دو درستن. سوال شماره 15، Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. من باید اجازه بدم که دوچرخه سوار رد بشه. Ich darf als erster die Kreuzung überqueren. من اجازه دارم اول از همه از چهارراه رد بشم. Ich muss den roten LKW abbiegen lassen. من باید اجازه بدم که کامیون قرمز رد بشه یا بپیچه. که باز دوباره به علامت ها نگاه میکنیم. علامتی نیست، پس rechts vor links درسته. کسی که اینجا باشه به ما حق تقدم داره که هیچ کس نیست و ما میخواییم مستقیم بریم. پس ich darf als erster die Kreuzung überqueren. اجازه داریم به عنوان اولین نفر از چهارراه رد بشیم. سوال شماره 16، Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich muss den Bus durchfahren lassen. من باید اجازه بدم اتوبوس رد بشه. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. من باید اجازه بدم که موتور سوار رد بشه. Ich fahre vor dem Bus. من قبل از اتوبوس میرم. که باز به علامت نگاه میکنیم. این علامت خیابون اصلیه، یعنی سر این چهار راه خیابون اصلیه، یا یعنی اینکه حق تقدم با ماست بهتره بگیم. پس اتوبوس رو لازم نیست به خاطرش بیستیم، ولی موتور چون مستقیم میاد و ما به چپ میپیچیم، اون به ما حق تقدم داره. ich fahre vor dem Bus و ich muss das Motorrad durchfahren lassen. سوال شماره 17، welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ ببخشید دوباره باز گیر کرده. Das Motorrad muss warten. موتور سوار باید صبر کنه. Ich muss warten. من باید صبر کنم. که باز به علامت. هیچ علامتی نیست به غیر از این که ورود ممنوع. پس rechts vor links اینجا. Ich muss warten. چون موتوری از سمت راست به ما حق تقدم داره. سوال شماره 18، Sie fahren mit Tagfahrlicht in einem so gekennzeichneten beleuchteten Tunnel.
شما با چراغ روز، چراغ روز همونیه که اتومات روشنه توی ماشینا، معمولا وقتی که ماشین رو روشن میکنیم، توی همچین تونلی که خودش چراغ هم داره میری، وارد میشین. وی فهالتن سی سیش؟ چه رفتاری دارید؟ ایش شالت داس ابلند لیشت این؟ من چراغ عادیم رو روشن میکنم. ایش براوخ کین لیشت این تو شالتن؟ لازم نیست چراغی روشن کنم. ایش شالت داس شتند لیشت این؟ من چراغ ایستم رو روشن میکنم، چراغ توقفم رو روشن میکنم، که ابلندلیش چراغ عادی رو حتما باید روشن کنم. سوال شماره 19. زی فارن اف دیزر استراسه میت اینم شوتشتریفن فور رادفاهرن. شما توی این خیابون دارین میرین که یک خط مخصوص دوچرخه سوارها داره. Wie dürfen Sie den Schutzstreifen nutzen? چطوری اجازه دارین از این خط استفاده کنید؟ Wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist, اگر که به خطر انداختن دوچرخ سوارها امکانش نباشه. آها، ببخشید. Wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist, darf ich, اگر که دوچرخه سواری رو به خطر نندازم، اجازه دارم، حالا این سه تا چیز رو میخواد بگه که اجازه داریم یا نه، auf dem Schutzstreifen parken، روی این خط پارک کنم، auf dem Schutzstreifen halten، روی این خط توقف کنم، یعنی halten یعنی 3 دقیقه، den Schutzstreifen bei Bedarf befahren، از روی این خط اگر که لازم شد رد بشم، که روی این خط نه اجازه داریم توقف کنیم و نه پارک کنیم، فقط اگر که لازم شد میتونیم دستمون رو بدیم کوتاه از روش رد بشیم وقتی که دوچرخه سوار رو به خطر نندازیم. سوال شماره 20. Wie können Sie den Reifenverschleiß gering halten? استهلاک لاستیک رو چطوری میتونید پایین نگه دارید؟ Ich verwende ganzjährig Winterreifen. من همه سال از لاستیک‌های زمستونه استفاده میکنم. Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen. تا جایی که بشه سرعتمو خیلی شدید بالا نمیدم. Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck. Man خیلی منظم باد لاستیک رو کنترل میکنم، که گزینه 2 و 3 درست هستن. میرسیم به قسمت B دوستان. Wie müssen Sie sich verhalten؟ چطوری باید رفتار کنید؟ Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich ein Zusammenstoß mit Wild nicht mehr vermeiden lässt? از طرز خوندنم فکر کنم دیگه میفهمین که ساعت از 12 گذشته. چه رفتاری باید داشته باشین اگر که یک تصادف با ویلد، گفتیم میشه آهو و گوزن و این چیزا، دیگه نمیشه جلوشو بگیریم. Ich bremse so stark wie möglich. من تا جایی که بشه شدید ترمز میگیرم. Ich behalte die Fahrtrichtung bei. من خطمو نگه میدارم. Ich weiche immer aus. من همیشه دستمو به یه طرف دیگه میدم و سعی میکنم از این بگذرم. Ausweichen میشه این کار، که روی اون خط میمونیم و تا جایی که بشه محکم ترمز میکنیم. سوال شماره 2. Nach längerer Fahrt mit etwa 120 km pro Stunde
wollen sie die Autobahn verlassen. بعد از رانندگی با حدوداً 120 کیلومتر در ساعت میتونین از اتوبان خارج بشین یا میخواین از اتوبان خارج بشین. Was haben Sie dabei zu beachten? به چه چیزی باید توجه کنید؟ Ich beachte die Tachoanzeige, die Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. من به این صفحه سرعت نگاه میکنم. تخو بهش میگن که سرعت و اشتباه حدس نزنم. Ich behalte die Geschwindigkeit auf dem Ausfädelungsstreifen bei. Man سرعتمو روی خطی که میخوام خارج بشم از اتوبان نگه میدارم den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. که مزاحمتی برای پشتی ها نداشته باشم. Ich blinke rechtzeitig und bremse dann auf dem Ausfädelungsstreifen ab, den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. من به موقع راهنما میزنم و توی خط خروج ترمز میکنم که برای ماشین های پشتی مانعی نباشم که گزینه یک و سه درستن روی این Ausfädelungsstreifen خطی که خروج خارج میشیم از اتوبان اونجا باید ترمز کنیم حتما این سرعت رو پایین بیاریم سوال شماره سه یه ویدیو دوباره که با هم نگاه میکنیم اوکی این پشت رو ببینید ماشین قرمز داره میاد که سبقت بگیره و ما میخواییم بپیچیم سمت چپ توی این مزرعه Wie verhalten Sie sich richtig? Raftore Doros Chie. Ich biege jetzt ab, die Nachfolgenden durch mein Zögern nicht zu verunsichern. Man al-on mipicham barenke Maschinhoye Postiro ba Tormozam Gumroh nakonam basalan. Verunsichern میشه نامطمئن کردن ولی اینجا مثلا آره دیگه اینی که مثلا آره حواسشون پرت نشه یا اینکه فکر کنن این چرا الان ایستاده یا همچین چیزی Ich biege ab nachdem mich das rote Fahrzeug überholt hat من بعد از اینکه ماشین قرمز ازم سبقت گرفت میپیچم Ich biege jetzt ab, die Fahrbahn frei zu machen. من الان میپیچم برای اینکه خیابون رو آزاد کنم. که باید تب کنیم حتما که این ماشین بپیچه و بعد بریم. سوال شماره چهار Beide PKWs wollen hier parken. هر دو ماشین میخوان اینجا پارک کنن. Wer hat Vorrang? حق تقدم با کیه؟ Der rote PKW, Maschine قرمز, der weiße PKW, Maschine سفید. که ماشین قرمز که جلویه حق تقدم داره. سوال شماره پنج Wann dürfen Sie Nebelschlussleuchten einschalten? چراغ‌های مهشکن پشتتون رو چه موقع اجازه دارین روشن کنین؟ Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 Meter beträgt, وقتی که به خاطر مه دید ما کمتر از 50 متر باشه, wenn durch Nebel die Sichtweite 100 Meter beträgt, اگر که توی مه دید ما 100 متر باشه,
wenn durch starken Regen die Sicht behindert wird. اگر از طریق چراغ از طریق بارون شدید دید ما بد باشه. اوکی، که مهشکن پشت رو داریم در مورد مهشکن پشت صحبت میکنیم. مهشکن پشت رو وقتی که دید ما 50 متر کمتر باشه میتونیم روشن کنیم. سوال شماره 6. Wofür müssen Sie vor Antritt einer Fahrt mit Ihrem PKW sorgen? قبل از اینکه با ماشینتون شروع به رانندگی کنین، این رانندگی رو شروع کنین، باید چه کارهایی انجام بدین؟ یعنی حواستون به چه چیزایی باشه یا آره چه کارهایی باید انجام بدین؟ Das auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können. که بقیه مسافرها هم کمربند ایمنیشون رو بسته باشن، dass sie nach hinten ausreichend Sicht haben, که به پشت به اندازه کافی دید داشته باشین، dass keine Gegenstände zum Beispiel Verbandskasten, Autoatlas, Fotoapparat lose auf der hinteren Ablage liegen. که هیچ اشیایی همینطوری ول روی هینتر ابلاگ پشت شیشه پشت منظورشه اونجا رو میگن هینتر ابلاگ که اونجا همینجوری نیفتاده باشن چیزایی مثل جعبه کمک های اولیه فبند کستن اوتو اطلس نقشه ماشین یا دوربین عکاسی که گزینه یک درسته، دو درسته و سه هم درسته. سوال شماره 7. Was ist beim Transport von Fahrrädern auf einem Hecktragesystem zu prüfen? موقع حمل دوچرخه روی Hecktragesystem یعنی اون باربندی که روی که پشت ماشین سوار میشه، نه روی سقف. پشت ماشین سوار میشه چه چیزی رو باید بررسی کنیم ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind که این سیستم و دوچرخه سوار یعنی دوچرخه ها محکم باشن ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden که آیا چراغ ها و یا شماره ماشین پوشیده میشن از این طریق ob das System nach Herstellerangaben für das Fahrzeug geeignet ist که این سیستم باربند نسبت به چیزی که کارخونه ماشین گفته برای ماشین ما مناسب هست یا نه که هر سه اینها رو باید بررسی کنیم سوال شماره 8 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? این تابلو یا این علامت به چه چیزی اشاره میکنه؟ Auf einen Parkplatz im Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel به یک پارکینگ با که پشتش یعنی دقیقا همون نزدیکی یا همونجا میشه با وسایل نقلیه به راه ادامه داد بهش میگن parken und reisen auf eine tankstelle mit waschanlage به یک پمپ بنزین که شستشوی ماشین داره یعنی pflegen und reinigen اینجا نوشته یعنی اینا مخففه اینا یا ایناست auf einen Fahrzeugverleih mit Reparaturwerkstatt, Pannenservice und Reparatur. به یک جایی که ماشین کرایه میدن و تعمیرگاه دارن. که این علامت جاهایی هستش که میتونیم ماشین رو بذاریم و بقیه راهو با قطار مثلا بریم.
سوال شماره 9 Sie mussten nach einer Reifenpanne das Notrad montieren. شما بعد از یه پنچری باید چرخ اضافتون رو میزدین. لاستیک اضافتون. Was ist bei der Weiterfahrt verboten? بقیه راه چه چیزی ممنوعه؟ Schneller als 80 Kilometer pro Stunde zu fahren. سریعتر از 80 کیلومتر در ساعت رانندگی کنیم. Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu fahren. با این چرخ زاپاس بیشتر از اون چیزی که لازمه نریم. Personen mitzunehmen. کسی رو با خودمون ببریم. که چیزایی که ممنوع هست اینه که بیشتر از 80 کیلومتر بریم و بیشتر از چیزی که لازمه با اون چرخ بریم. یعنی باید سریع عوضش کنیم. پزون میتونیم ممنوع نیست کسی رو با خودمون ببریم. اگه کسی از قبل با همون باشه نمیتونیم همونجا برش کنیم. سوال شماره 10. In welcher Situation kann Sie der Spurhalteassistent mit Lenkeingriff unterstützen? توی چه شرایطی چه موقعیتهایی میتونه این سیستم شپوهلت اسیستنت سیستم یک همونطور که قبلا گفتیم کمک میکنه شما روی یه خط بمونیم چطوری میتونه کمکتون کنه این سیستم beim Fahren auf Autobahnen توی رانندگی موقع رانندگی توی اتوبان beim Fahren auf Landstraßen توی رانندگی یعنی موقع رانندگی توی کمربندی beim Fahren in engen Baustellen mit schlechter Markierung موقع رانندگی توی جاهایی که تعمیر میشن و تنگن که خطکشی بدی هم دارن که اینجور جاها خیلی کمکی به ما نمیتونه با یعنی اصلا کمکی نمیتونه بکنه ولی توی اتوبان و کمربندی بله خب دوستان عزیزم بوگن شماره 62 مون تموم شد. 4 تا بوگن دیگه داریم و دفعه دیگه یعنی توی بوگن بعدی میبینمتون خوب تمرین کنین و تا بعد.